سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها، کتاب Vocabulary for IELTS یونیت 20 هستیم، یعنی یونیت 20 هستیم. اگر این کتاب رو تهیه کردین، این کتاب Vocabulary for IELTS، میبینین که 25 تا یونیت داره و یونیت 20 که توی این ویدیو میخواییم درسش بدیم آخرین یونیتی هستش که بر اساس تاپیک بندیه. یعنی 20 تا یونیت اول این کتاب Vocabulary for IELTS هر یونیتش یه دونه تاپیک رو درس داده و یونیت 20 آخرین یونیتیه که تاپیک محوره. از یونیت 21 تا یونیت 25 دیگه بر اساس تاپیک پیش نمیره. اونجا میاد یه سری رایتینگ، نکته در مورد رایتینگ میگه، لنگویج بیلدینگ میگه، یه سری چیزای دیگه است. پس اگر دارین این کتاب رو برای آموزش لغات آیلتس میخونین و میخواین لغت برای آیلتس رو یاد بگیرین، این یونیت 20 آخرین یونیتی هستش که تاپیک بندیه و به شما لغت یاد میده. بقیهشون، اون یعنی اون 5 تا یونیت، رایتینگ رو درس داده و یه سری نکته های دیگه گفته. این کتاب Vocabulary for IELTS رو که من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تهیهش بکنید، هم برای آزمون IELTS جنرال و هم برای آزمون IELTS آکادمیک طراحی شده. قبلا اینا رو بهتون گفتم، ولی چون امروز یونیت 20 و یونیت آخر رو میخوام بگم، البته از لحاظ تاپیک بندی. یه بار دیگه میگم، کسانی که میخواین برای دانشگاه‌های خارج از کشور اقدام کنید، باید آزمون آیلتس آکادمیک بدین. کسانی که میخواین برای سازمان مهاجرتی مدرک آیلتستون رو بفرستین، باید آیلتس جنرال بدین. پس حواستون باشه این کتاب Vocabulary for IELTS که هدفش آموزش لغات آیلتس هستش، هم برای آزمون جنرال، آیلتس جنرال و هم برای آیلتس آکادمیک طراحی شده. فرقی نمی‌کنه. یه چیز دیگه که بعضیاتون اشتباه میکنین، فکر میکنین که این کتاب Vocabulary for IELTS فقط به شما لغت یاد میده، یعنی با هدف آموزش لغات IELTS این رو میخونین، در حالی که این کتاب هم برای آموزش رایتینگ IELTS، هم برای آموزش ریدینگ IELTS، هم برای آموزش لیسنینگ IELTS و هم برای آموزش اسپیکینگ IELTS به کار گرفته میشه. یعنی برای این 4 تا اسکیل، برای این 4 تا مهارت طراحی شده. پس فکر نکنین این کتاب فقط و فقط برای اینکه شما لغت یاد بگیرین طراحی شده. پر از ایدیم، فریز و حتی آموزش گرامر IELTS. شما اگر برین اون اسکریپت های انتهای کتاب که مربوط به لیسنینگ IELTS هست رو گوش بدین و نکته به نکته بخونین، میبینین که حتی آموزش گرامر IELTS رو هم داره برای شما کار میکنه، یعنی داره بهتون گرامر رو هم یاد میده. پس بچه ها این کتاب رو خیلی خوب و نکته وار بخونین، حواستون باشه. خب بریم یونیت 20 رو بخونیم. یونیت 20 همونطور که از عنوانش معلومه The Arts، در مورد هنر میخواد صحبت بکنه. اتفاقا توی آزمونای اخیر IELTS، توی اسپیکینگ IELTS خیلی در مورد آرت داره سوال میپرسه. توی این یونیت یاد میگیرین که چه کلماتی رو در مورد آرت میتونین استفاده بکنین. حالا نوشته Art Appreciation. Appreciation یعنی قدردانی. Appreciation یعنی قدردانی. Art Appreciation میشه قدردانی از هنر. یه معنی دیگه هم برای Art Appreciation میتونیم بگیم، مثلا بگیم فهم هنر. Art Appreciation هم میشه قدردانی از هنر و هم میشه فهم هنر. The Performing Arts. The Performing Arts یعنی هنرهای نمایشی. پرفورمینگ یعنی انجام دادن، خودش به تنهایی یعنی انجام دادن. آرت هم که یعنی هنر. The performing arts میشه هنرهای نمایشی. خب 1.1 میگه which art forms are shown in these pictures. What do we call the people who do these things. خب اینو بر اساس این پیکچر هایی که میبینید باید بگین که چه کاری دارن انجام میدن. ما از این رد میشیم چون چیز مهمی نیست و در ادامه توی ریدینگ همه اینا رو گفته. 1.2 میگه which of these art forms do you find the most and least appealing. appealing یعنی attractive، یعنی interesting، یعنی جذاب. appealing یعنی attractive، interesting، جذاب. میگه کدوم یکی از این فرمای هنر، از این شکلهای هنر بیشترین جذابیت و کمترین جذابیت رو برای شما داره، که این به نظر شما وابسته است. خب میایم اینجا با این 1.3
میگه read the text making sure you understand the meaning of the words in bold. Use a dictionary if necessary. ببینید اینجا یه ریدینگ به ما داره. بهتون گفتم کتاب vocabulary for IELTS از پایه تا پیشرفت IELTS رو بهتون آموزش میده. ببینید اینجا داره روی مهارت ریدینگتون کار میکنه. یه ریدینگ به شما داده و بعد سوال داده که دقیقا مثل آزمون IELTS که توی آزمون IELTS هم وقتی به ریدینگ میرسید ریدینگ رو باید چیز کنید بخونید و سوالات رو جواب بدید. اینم دقیقا اینجا داره روی مهارت ریدینگ شما کار میکنه. از پایه تا پیشرفته یعنی از 0 تا 100 IELTS رو به شما آموزش میده. خب بریم متن رو بخونیم. The brain of the beholder. Brain که یعنی مغز. Beholder. Beholder یعنی بیننده. Beholder بیننده. فعلش میشه behold یعنی دیدن. Behold وربشه فعلش میشه دیدن. Beholder یعنی بیننده. میگه مغز بیننده. The brain of the beholder. مغز بیننده. میگه که the cave figures. Cave یعنی غار. Cave یعنی غار. The cave figures. Figure یعنی شکل. Figures یعنی اشکال. میگه اون شکل‌های غار. اون اشکال غار. Of Lascaux. Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Mona Lisa Leonardo da Vinci. A cubist painting. Cubist. Cubist painting یعنی چی؟ یعنی نقاشی کوبیسم. نقاشی کوبیسم یعنی چی؟ اصلا کوبیسم چیه؟ کوبیسم یک سبک هنریه که برای قرن بیستم بوده. که در این سبک چجوری بوده؟ اشیا و افراد با اشکال هندسی نمایش داده می شدن. پس کوبیسم که انگلیسیش میشه کیوبیست، یه سبک هنریه که برای قرن بیستم بوده که اشکال اشیا و افراد به صورت اشکال هندسی نمایش داده می شدن. بای پابلو پیکاسو، میگه که نقاشی کوبیسم که توسط پابلو پیکاسو هم کشیده شده. And the African artifact. Artifact یعنی چی؟ Artifact به چیزی میگن که man-made باشه، یعنی ساخته دست بشر باشه، مصنوعی باشه، ساخته دست بشر باشه و historical باشه، یعنی تاریخی باشه، برای دوره از تاریخ باشه. پس artifact به چیزی میگن که man-made باشه، ساخته دست بشر باشه، مصنوعی باشه و تاریخی باشه، به یه دوره مثلا متعلق باشه، به یه تاریخ، قسمتی از تاریخ. That inspired Picasso's work. Inspired یعنی الهام و الهام گرفته. Inspired الهام گرفته. پس میگه اشکال غار این لاسکس که مونالیزا لئوناردو داوینچی هم بوده، میگه که یه سبک هنری که کیوبیسم، بهش گفتیم کوبیسم، ما بهش میگیم کیوبیسته، که توسط پابلو پیکاسو بوده و اون آرتیفکت ها یعنی اون صنایع دستی که مربوط به گذشته بودن و ساخته دست بشر بودن الهام گرفته از چی بوده؟ کار پیکاسو بوده. پس الهام گرفته از کار پیکاسو بوده. These works of art are separated by great gulfs in time. Great gulfs. Gulf اینجا یعنی شکاف. Great gulfs in time یعنی اون شکاف‌های بزرگی که در طول زمان ایجاد شده. Great gulfs in time. میگه که این کارها، these works of art، این کارهای هنری are separated، جدا شدن توسط شکاف‌های بزرگی در طول زمان. حالا این شکاف‌های بزرگ چیان؟ Different social and political systems and language divides. تقسیمات زمانی و سیستم‌های political یعنی سیاسی و سوشال اجتماعی مختلف. پس اینا تقسیمات زبانی و سیستم های سیاسی و اجتماعی مختلف بودن. Yet despite these variations, despite یعنی با وجود اینکه، yet یعنی هنوز، these variations یعنی تغییرات، میگه هنوز با وجود این تغییرات، there is art in each place and era.
آرت در هر مکان و عصری وجود داره. ایرا اگه یادتون باشه توی یونیت های قبلی همین کتاب Vocabulary for IELTS داشتیم و توضیح دادیم ایرا به یه عصر خاص میگن، مثلا میگیم دیجیتال ایرا، عصر دیجیتال ایرا به یه عصر میگن، یه اتفاقی توی اون عصر افتاده، توی اون زمان افتاده. That there is a seemingly universal impulse to express oneself. Seemingly یعنی apparently، یعنی ظاهراً. Seemingly یعنی apparently، ظاهراً. Universal impulse. Universal impulse یعنی انگیزه جهانی، یا میتونیم بگیم یه نیروی محرک جهانی. انگیزه یا نیروی محرک. میگه ظاهراً یه انگیزه جهانی وجود داره، یه نیروی محرک وجود داره to express oneself، برای اینکه هر کسی خودش رو نشون بده. Express oneself. This way suggests that human beings are neurologically hardwired for art. میگه که human beings، انسان‌ها، neurologically از نظر عصبی، نورولوژیکلی یعنی از نظر عصبی، هاردوایرن برای آرت. هاردوایر یعنی چی؟ اینید هاردوایر، if someone or something is hardwired to do a particular thing, they automatically do it and cannot change that behavior. یعنی چی؟ یعنی اگه یه کسی یا چیزی هاردوایر برای یه چیزیه، به صورت اتوماتیک اون کار رو انجام میده و نمیتونه اون کار رو ترک کنه، تغییرش بده. یعنی از نظر درونی انسانها برای آرت مثلا مشتاقن یا انجام میدن، هنر خودشون رو نشون میدن. یعنی از نظر درونی یه چیزی هست، هاردوایرن، از نظر درونی یه چیزی هست که اونا هنرشون رو نشون میدن. خب بریم پاراگراف بعدی. میگه imagine yourself in the Louvre in Paris. میگه که خودتون رو تصور کنین در موزه لوور در پاریس. Pushing through the throngs to behold the Mona Lisa's enigmatic smile. Pushing through یعنی هول دادن. The throngs، throngs یعنی ازدهام، به ازدهام جمعیت میشن، میگن throngs. To behold، behold گفتیم یعنی دیدن. میگه که pushing through، هل دادن ازدهام برای دیدن لبخند مرموز مونالیزا. مرموز چیه؟ enigmatic. enigmatic میشه مرموز، smile لبخند. میگه که خودتون رو تصور کنید در موزه لوور پاریس در حالی که دارین هول میدین اون ازدحام جمعیت رو برای اینکه ببینین لبخند مرموز مونالیزا رو. Or recall the first time you ever saw the Sydney Opera House. recall یعنی به یاد بیارین، reminisce به یاد بیارین، recall به یاد بیارین اولین باری که شما دیدین اپرا هاوس رو توی سیدنی. Most likely your skin tingled. میگه به احتمال زیاد پوست شما چی میشه؟ تینگلد میشه، مورمورتون میشه، گزگز میکنه. تینگلد یعنی مورمور، گزگز. تینگلد. You felt a thrill. thrill یعنی هیجان. میگه شما یه هیجانی رو احساس کردی. You felt a thrill. And you paused for a moment of reflection. بچه ها moment of reflection یعنی you wait to think deeply. یعنی شما یه لحظه صبر میکنی که عمیقا فکر کنی. Moment of reflection. یه لحظه صبر میکنی، عمیقا فکر میکنی. You paused for a moment of reflection. Even glimpses of mundane objects. Glimpses. Glimpses یعنی یه نگاه انداختن سری. Quick look. Glimpses یعنی یه نگاه سری به یه چیزی بندازی. میشه glimpses. Even glimpses of mundane objects. Mundane objects یعنی اشیای پیش پا افتاده. Mundane یعنی پیش پا افتاده. میگه که حتی یه نگاه سری به اشیای پیش پا افتاده مثل چی؟ Such as the latest curvaceous kettle. مثل یه کتری منحنی. Curvaceous یعنی منحنی. مثل یه کتری، حتی یه اشیای پیش پا افتاده مثل یه کتری منحنی که inspire something similar میتونه الهام بخش چیزی شبیه این باشه.
Art and Design Critics. کریتیکس قبلا هم داشتیم توی یونیت همین کتاب Vocabulary for IELTS. کریتیکس یعنی منتقدان. میگه منتقدان هنر و دیزاین طراحی will describe how formal qualities like proportion are choreographed to produce the viewer's rush. میگه که این منتقدان هنر و طراحی اجزای این چیزها رو کوریوگرافت کردن. کوریوگرافت بچه یعنی یه چیزی که به دقت طراحی شده. یه چیزی رو که به دقت طراحی شده رو میگن کوریوگرافت. میگه این منتقدان چیزایی رو حتی پروپورشن اون چیزایی رو اون اجزایی رو که آر کوریوگرافت به دقت طراحی کردن به چه خاطر؟ تو پردیوس دی ویورز راش. راش اینجا یعنی ازدحام، برای اینکه ازدحام بینندگان رو داشته باشن. میگه که به دقت و خیلی خوب طراحیشون کردن برای اینکه بینندگان بیشتری بیان ببیننش، ازدحام بینندگان بیشتری رو اینجا داشته باشن. But the fact that aesthetic experience can inspire such a biological response suggests that خب استتیک یعنی زیبایی شناختی. استتیک زیبایی شناختی. میگه حقیقت اینه که تجربه زیبایی شناختی میتونه الهام بخش چه چیزایی باشه؟ چیزایی مثل بیولوژیکال ریسپانس، جواب بیولوژیکی. خب suggest that it's a stimulus neuroscientists could analyze just as deftly. استیمیولس یعنی چی؟ یعنی محرک. استیمیولس محرک. نروساینتیستس یعنی همون عصبشناسان، کسی که عصبشناسه. میگه که it's a stimulus neuroscientist یعنی این یه محرکیه برای عصبشناسان که میتونن آنالیز کنن اونو دفتلی، زیرکانه. اونو به صورت زیرکانه میتونن آنالیز کنن. دفتلی یعنی زیرکانه. خب پاراگراف بعدی میگه and that's exactly what they are doing. میگه این دقیقا کاری که اونا دارن انجام میدن. In laboratories and galleries around the world. میگه در آزمایشگاه و گالری های سراسر جهان researchers are showing how the organization of the brain. میگه محققان دارن نشون میدن که اون سازماندهی مغز چجوری این سازماندهی مغز relates to the conception مرتبط به اون کانسپشن مفهوم ایده ادراک and experience of art و تجربه هنر. This is the burgeoning field of neuroaesthetics. burgeoning یعنی روبروش. میگه این یه فیلد روبروشته از زیبایی شناسی عصبی. neuroaesthetics میشه زیبایی شناسی عصبی. In which scientists are discovering that که دانشمندان دارن اونو کشف میکنن rather than transcending the ordinary. transcending یعنی فراتر از. transcending فراتر از the ordinary یعنی زندگی معمولی. transcending the ordinary. Art and aesthetics are part of everyday experience. میگه آرت و این زیبایی شناختی قسمتی از تجربه زندگی روزانه‌مونه. They are also finding that in some fundamental ways, در بعضی روش‌های بنیادی اساسی, art really is an expression of human nature. جزی از چیه؟ واقعاً art human nature، طبیعت انسانه. خب بچه ها تموم شد، سوالاتو باید جواب بدیم. خب سوالاتو بخونیم. 1.4 میگه right yes if these statements agree with the information in the text or no if the statements contradict the information. Write the words in bold that helps you with your answer. یه چیزی رو که توی ریدینگ آیلتس باید بهش دقت کنیم، توی این کتاب Vocabulary for IELTS هم خیلی بهش پرداختیم، اینه که توی ریدینگ حواستون باشه اینجا yes no questionه، true false question نیستا، yes no
اینجا گفته بنویسید yes یا no، نرین اونجا اشتباهاً تو جواب سوال توی آزمون ایلتس بنویسین true false، حتی اگر درست هم نوشته باشین خط میکشه روش. بنین گفته write yes if these statements agree، write no if the statements contradict the information. پس با yes و no جواب بدین، نه با true و false. حواستون باشه. اولی که جواب داده، دومی رو میخونم. میگه the desire to create art is limited to certain parts of the world. میگه به یه منطقه خاصی از جهان مربوطه این create art. نه دیگه، به منطقه خاصی مربوط نبود. گفتیم universal impulse. داشتیم توی متن universal impulse. یعنی انگیزه جهانیه. پس این میشه no. و کلمه ای هم که بهمون کمک کرد universal impulse. سومی رو میخونم. میگه when people look at works of art it provokes serious and careful thought. provoke یعنی تهدید، تحریک. میگه که وقتی مردم به کارهای هنر نگاه میکنن تحریک میشن و یه فکر عمیقی میکنن. بله درسته، میشه yes. چرا؟ چون اونجا داشتیم a moment of reflection، یه دقیقه صبر میکنن و عمیقا فکر میکنن. اون ریفلکشنه اینجا بهمون کمک میکنه. 4. Ordinary objects can be aesthetically pleasing. اینم درسته، yes. و به همون خاطر همون کلمه mundane و نحشه پیش پا افتاده، mundane. 5. Art critics believe that artistic elements are arranged and combined together in order to create a feeling of excitement. Yes، این درسته، چون گفتیم که اونا خیلی خوب طراحیشو میکنن برای اینکه ازدحام جمعیت رو بگیرن، میشه choreographed. اینجا بهمون کمک کرد، پس میشه yes. 6. میشه researchers are analyzing how the brain creates the idea of art. اینم درسته، داشتیم توی متن، میشه yes. conception، اون کلمه conception رو که آورد بهمون کمک کرد. 7. Narrow aesthetics is falling to catch on in the world of science. نه غلطه. چرا؟ چون گفتیم یه فیلد روبه رشده، چیزی نیست که روبه فیل شدن باشه. داشتیم burgeoning فیلده، به اون burgeoning داره اینجا بهمون کمک کنه. 8. Scientists have discovered that art is a way of rising above everyday life. نه گفتیم transcending، کلمه transcending فراتر از اون بهمون کمک کرد. خب تمرین بعدی listening the performing arts 2.1 میگه you will hear a radio broadcast about three different arts festivals on Bethania Island. Listen and complete column A below. Write no more than one word for each answer. ببینید بچه ها word limitation داره، no more than one word. یک کلمه باید توی هر جای خالی بنویسین، حواستون باشه اینه، no more than one word. حواستون به word limitationتون باشه، یک کلمه توی هر جای خالی باید بنویسین. خب بچه ها برین listening رو خودتون گوش کنین، این سوال ها رو جواب بدین، جای خالی ها رو پر کنین، بعد من میام با هم دیگه اسکریپت آخر کتاب رو میخونیم، متنش رو میخونیم، اگر کلمه جدیدی داره با هم دیگه کارش میکنیم. خب اومدیم صفحه 165 recording 20A. متن این لیسنینگ رو با هم دیگه بخونیم. میگه for those of you who are interested in aesthetics، میگه برای شمایی که علاقه دارین به زیبایی شناختی، for those of you، برای اونهایی که علاقه مندین به زیبایی شناختی، why not consider a visit to Bethania Island this year؟ یه چرا به این فکر نمی کنید که جزیره بثنیا رو ببینید امسال؟ The island will host three arts festivals. Host اینجا وربه. Host اینجا وربه یعنی میزبان. میگه این جزیره میزبان سه تا جشنواره هنریه. فستیوال یعنی جشنواره. آرتس فستیوال جشنواره هنری. Each one showcasing different areas of the art world. Showcasing یعنی به نمایش گذاشتن. یه هر کدومشون به نمایش میذارن different areas، مناطق مختلفی از اریاهای مختلفی از دنیای هنر رو. خب. First there is Living Writers Week.
Throughout the week, میگه در طول این هفته, there will be talks by local and international writers and a chance to dine with them at the various literary lunches. میگه در طول این هفته نویسندگان بین المللی و محلی هستن که میتونید باهاشون صحبت بکنید و این شانس رو دارین که باهاشون غذا بخورین. داین همیشه به معنی شام خوردن نیست، به معنی غذا خوردن هم هست. میگه این شانس رو دارین که باهاشون غذا بخورین در چی؟ At the various literary lunches، در اون قالب ناهارهای ادبی مختلفی که هست. وقتی که با یه مثلا رایتر ناهار میخوریم میشه ناهار ادبی، منظورش اینه. You will also be able to pick up old and new editions at the very large book fair. میگه که شما همچنین قادر هستی که نسخه های قدیمی و جدیدی رو برداری. از کجا؟ از اون نمایشگاه کتاب خیلی بزرگی که اونجا هست. Book fair یعنی نمایشگاه کتاب. The little ones haven't been forgotten. میگه بچه کوچیکم فراموش نشدن. And so there are plenty of children's, plenty of یعنی a lot of, children's activities planned as well. میگه که اکتیویتی ها فعالیت مختلفی برای بچه ها طراحی شده. As is the case each year, there will be a theme for the festival and this year it is island life. میگه که مثل هر ساله امسال هم یه تم برای فستیوال طراحی شده که تم امسال آیلند لایفه. خب حالا پاراگراف بعدی میگه later in the year there will be a celebration of the visual arts. visual arts یعنی هنرهای تجسمی. There will be a celebration of the visual arts. میگه یه جشنی برای هنرهای تجسمی هم اینجا هستش. یه celebration، یه جشن برای هنرهای تجسمی. There are some very famous and accomplished painters in residence on the island and their work will be featured in a wonderful exhibition. میگه که پینتر، نقاش های خیلی مشهور و accomplished یعنی skilled، یعنی با مهارت. accomplished یعنی skilled. یه نقاش های مشهور و با مهارتی اینجا هستن. in residence on the island که محل سکونتشون توی همون جزیره است. residence یعنی محل سکونت. and their work و کارشون will be featured به عنوان یه ویژگی در این نمایشگاه، in a wonderful exhibition، در این نمایشگاه. بعدش کجاست؟ میگه works by Alex Green whose paintings depict the beautiful scenery this island is famous for. میگه که کارهای Alex Green که نقاشیهاش، whose paintings که نقاشیهای اون، depict یعنی نمایش دادن، نمایش میده منظره زیبایی رو که این جزیره به خاطر اون مناظر زیبا معروفه. میگه this island is famous for یعنی این جزیره به خاطر اون مناظر زیبا معروفه. will be a prominent feature، اونم میگه یه ویژگی برجستشه. prominent یعنی برجسته. Visitors to the festival will get the chance to discuss the creative process with the artists and there will also be opportunities to try out your own artistic skills at the workshops being held at various galleries on the island. میگه که ویزیتورها یعنی بازدید کنندگان این فستیوال، این جشنواره، این شانس رو دارن که دیسکاس، بحث کنن در مورد این کریتیو پروسس، این فرایند خلاقانه، با کی؟ با آرتیستا، با هنرمندا. and there will also be opportunities یعنی و یه فرصت‌های براشون وجود داره to try out که امتحان کنن your own artistic skills یعنی مهارت‌های هنری خودشون رو امتحان کنن at the workshops، توی اون ورکشاپ ها که being held که توی اون various galleries، گالری های مختلفی توی اون آیلند، توی اون جزیره هستن.
To top it all off, there will be a display of crafts created by emerging artists. کرافت یعنی همون صنایع دستی. میگه که یه نمایش صنایع دستی هم هست که توسط کیای صنایع دستی ساخته شده. Emerging artists یعنی اون هنرمندان نوظهور. Emerging artists هنرمندان نوظهور. You will be amazed at the intricate wooden carvings produced by local craftsmen. میگه شما خیلی شگفت زده میشین به که ببینین اون چیا رو intricate یعنی ظریف. Intricate. Carving یعنی کنده کاری. میگه شگفت زده میشین اگه اون کنده کاری های چوبی ظریف رو که توسط کیا craftsmen. Craftsmen یعنی صنعتگران. یعنی کسانی که اون صنایع دستی رو میسازن. توسط اون صنعتگران محلی اگه اونا رو ببینید خیلی شگفت زده میشین. خب پاراگراف بعدی میگه And finally, if you love music, then you shouldn't miss the festival of voices. میگه اگه شما عاشق موسیقی این جشنواره موزیک رو از دست ندین. You will be able to hear performers from around the world. شما قادرین که بشنوین این پرفورمنس صدای پرفورمرز اون کسانی که اجرا میکنن. صدای کسانی که اجرا میکنن یعنی همون مجریان رو از سراسر جهان. What makes this even more interesting is that some of this year's performances are going to be interactive, so members of the audience will be invited to participate as well. میگه که چیزی که این ایونت رو خیلی interesting بیشتر جذابش میکنه اینه که این performances are going to be interactive. اون کسانی که اجرا کردنش به این صورته که اینتراکتیو ارتباط برقرار میکنن با اون ممبر اعضایی که به عنوان اودینسن یعنی به عنوان مخاطبن. میگه که اینتراکتیو ارتباط برقرار میکنن با اون اودینس با اون مخاطبان و دعوتشون میکنن برای اینکه شرکت کنن توی اون. پارتیسیپیت یعنی شرکت کردن. One of the stages will be devoted to showcasing musical theater and the good news is that بچه devoted یعنی اختصاص داده شده. یکی از مراحل اختصاص داده شده به نمایش چی؟ تئاتر موزیکال. Musical theater یعنی تئاتر موزیکال. And the good news is that خبر خوب اینه که there will be plenty of یعنی a lot of free concerts for everyone to enjoy. یکی کنسرت های خیلی رایگان زیادی هست برای هر کسی برای اینکه لذت ببره ازش. خب لیسنینگ رو خوندیم بریم سوالاتمون رو جواب بدیم. خب بچه ها برگشتیم صفحه 103 تمرین لیسنینگ رو انجام بدیم. اولیش این ستون A رو نگاه کنید. One نوشته living چی؟ خب داشتیم living writers week writers نویسندگان living writers week. تو چی میشه؟ لانچز. گفتیم نهارهای ادبی دیگه literary launches. Literary launches. Three book fair. نمایشگاه کتاب داشتیم. Book fair. Four. For children چی داشتیم؟ Activities داشتیم. Activities for children. Five. This year's چی بود؟ این island life. تمش بود دیگه. This year's theme is island life. Theme میشه. Six. چی هنر داشتیم؟ ویژوال آرتس داشتیم. هنرهای تجسمی. The visual arts. 7. A painting exhibition. نمایشگاه نقاشی داشتیم. A painting exhibition. 8. Discussion of the creative process. Creative process. گفتیم که این شانس رو دارن که بحث کنن در مورد creative process. 9. Workshops at local galleries. 10. Display of local crafts. گفتیم صنایع دستی میسازن crafts. 11 festival of voices جشنواره voice موزیک صدا. 12 میگه several performances will be interactive. 13 میشه musical theater نمای تئاتر موزیکال musical theater. 14 میشه free concerts. گفتیم کنسرت های مجانی زیادی وجود داره. Free concerts. خب
خب بریم بیرون نگاه کنیم. وان گفته که the study of art in relation to its beauty. ما باید اون کلمه شو بنویسیم. میگه که study of art، مطالعه هنر که در رابطه با بیوتی. خب میگه کلمه داشتیم زیبایی شناختی، aesthetic، اون میشه، میشه aesthetic. Two, organized sets of special events، میشه festivals. Festival organized sets of special events دیگه. Three, skilled داشتیم، accomplished، accomplished داشتیم. Four, creations، works داشتیم. به جای creations میتونیم بنویسیم works. Five, represent or show something in a picture or a story، میشه depict، یعنی نمایش دادن، depict، نمایش دادن. 6. Make shapes in wood or stone with a knife، میشه کندکاری دیگه، carving میشه کندکاری. 7. Describes a show that involves the audience، میشه interactive. 8. The people gathered to listen to a performance، میشه audience، مخاطبان. 9. Take part in، یعنی مشارکت کردن، میشه participate، مشارکت کردن، شرکت کردن. 10. Musical performances، میشه concerts. Musical performances میشه concerts. خب بریم تمرین صفحه بعد، میشه صفحه 104، ورد بیلدینگ، که خیلی مهمه و خیلی هم راحته. مثلا اول نگاه کنید، نوشته کریتیو ادجکتیوه، نونش میشه کریشن یا کریتیویتی، پس نونش هم میشه کریشن هم کریتیویتی، وربش میشه کریت. بعدی نونش رو نوشته کالچر، ورب نداره اما ادجکتیو میشه کالچورال و کالچرد، دو تا ادجکتیو داره، کالچورال و کالچرد. بعدی وربش رو نوشته اینفلوئنس، نونش میشه همون اینفلوئنس، ادجکتیوش میشه اینفلوئنشال. بعدی وربش میشه اینسپایر، وربش رو نوشته، نونش میشه اینسپریشن و ادجکتیوش میشه اینسپریشنال. بعدی نون رو نوشته ایمیجینیشن، وربش میشه ایمیجین، ادجکتیوش میشه ایمیجینیتیو. بعدی وربش رو نوشته پارتیسیپیت، نونش میشه پارتیسیپیشن و پارتیسیپنت، دو تا نون داره، پارتیسیپیشن و پارتیسیپنت. ادجکتیوش میشه پارتیسیپیتری. بعدی ادجکتیوش ریچه، نونش میشه ریچمنت و ریچنس، وربش میشه ریچ. خب تمرین بعدی 3.1 میگه try to talk for 2 minutes about the following topic، use words from the table in 2.3 if you can. بچه ها این دقیقا مشابه سازی آزمون آیلتس بخش اسپیکینگ آیلتسه. شما توی پارت 2 اسپیکینگ آیلتس یه تاپیک کارت دقیقا اینجوری به شما میده و چند تا سوال هم توش نوشته شده که شما باید به مدت 2 دقیقه در موردش صحبت بکنید. ببینید اینجا هم تاپیک کارت رو بهتون داده، هم جواب رو توی تمرین بعد بهتون داده. تاپیک کارت بچه، چیزی که باید به این تاپیک کارت دقت بکنین اینه که شما باید جواب تک تک این سوال هایی که ازتون پرسیده رو توی اون 2 دقیقه بدین. حتی اگر جواب یکی رو ندین نمره ازتون کسر میشه، حواستون باشه. مثلا اینجا گفته describe the type of music that you like، you should say why you enjoy listening to the type to this type of music. یعنی حواستون باشه حتما باید to the point جواب بدین که چرا شما لذت میبرین از گوش دادن به این نوع موزیک. سوال بعدی the times or places when you listen to this music، چه زمانهایی یا چه مکانهایی شما گوش میدین به این موزیک. خب بعدی your feelings about music in general، ببینید این یه سواله، احساستون در مورد اون موزیک.
And ببینید دو تا سوال رو در قالب یکی گفته. And say whether you prefer live or recorded music. بگید که شما از موزیک لایو لذت میبرید، ترجیح میدید موزیک لایو یا موزیک رکورد شده از قبل ضبط شده. پس ببینید چهار تا سواله، فکر نکنید سه تا سواله. این سوال آخری خودش دو تاست. یکی بعد احساستو بگی، یکی اینکه بگی از کدومش لذت میبرید. خب من جوابو میخونم براتون و جای خالیاشم همزمان پر میکنم. بچه ها همچین سوالاتی رو که اینجا تاپیک کارت بهتون داده، خودشم جواب داده، این جواب رو حفظ کنید. خیلی توی آزمون آیلتس و توی سپیکینگ آیلتس به دردتون میخوره. جوابه خیلی خوبه. خب با هم دیگه میخونیم. میگه که My taste in music is quite eclectic. Taste اینجا یعنی سلیقه. My taste in music میگه سلیقه من در موزیک is quite one چی میشه جای خالی eclectic. eclectic یعنی گلچین کننده، یعنی گفته سلیقه‌ام توی موزیک اینه که گلچین میکنم. ببینید چه جواب خوبی داده، جواب خیلی چیزی بهش داده، دقیقاً بگه من چی گوشم کنم. گفته گلچین میکنم. My taste in music is quite eclectic. سلیقه‌ام در موسیقی اینه که گلچین میکنم. And there isn't really one style of music that I like. پس جای خالی دوم میشه استایل. میگه که واقعا یه نوع استایل، یه نوعی از موسیقی وجود نداره که من دوست داشته باشم. میگه one style نیست. من گلچین میکنم. یه نوع، یه مدل خاص نیست. یه نوع نیست. I listen to everything from popular music. پس جای خالی میشه popular music. To classical music. نه نقطه گذاشته تو کلاسیکال، اون جمله بعده. پس میگه که من گوش میدم به هر چیزی از موسیقی های پاپیولار، یعنی خیلی پرطرفدار، تا موسیقی های کلاسیکال، کلاسیک هستن. Music plays، یعنی جای خالی میشه plays. Music plays a very important role، جای خالی بعدی یعنی شیش میشه role in my life. بچه ببینید چه ساختار خوبی استفاده کرده. قبلا توی همین کتاب vocabulary for IELTS فکر میکنم یونیت یکش بود، اینو این ساختار رو داشتیم. Play an important role. Play a یه چیز دیگه هم توی یونیت اول داشتیم. Play a important role. Play a یه چیز دیگه بود الان یادم رفته، توی یونیت اول بود. play a role. اینجا میگه موسیقی plays a very important role in my life. موسیقی نقش مهمی رو تو زندگی من بازی میکنه. and I listen to it almost constantly. و من تقریبا دائما به اون گوش میدم. constantly یعنی دائما. I find that it helps to set، جای خالی میشه set، or to change a mood. ببینید میگه که من فکر میکنم، من اینجوریه که اون کمک میکنه به من که مودمو تغییر میده. خب So I tend to choose my music according to who I am with. میگه که من انتخاب میکنم موزیکمو بر اساس اینکه با کی هستم. Or what I am doing، یا چه کاری دارم انجام میدم. For example if I'm driving long distances، driving long distances یعنی دارم مسافت طولانی رو رانندگی میکنم، in my car I prefer to play something stimulating، جای خالی میشه stimulating، to help keep me awake. بچه stimulating توی موزیک یعنی آهنگای غیری هستن، بهشون میگیم stimulating، یا آهنگ غیری یا آهنگ شاد بهش میگیم stimulating. to help keep me awake، برای اینکه کمک کنه من بیدار بمونم. But if I'm having a dinner party with friends then I play something more relaxing. جای خالی 10 میشه relaxing. میگه اما وقتی که من دارم شام میخورم با دوستان، من یه چیزی که ریلکسر رو پلی میکنم. I think that music helps to inspire me when I'm working. من فکر میکنم که موزیک کمک میکنه به من که الهام بخش من باشه وقتی دارم کار میکنم. Although اگرچه my colleagues همکارانم find it distracting، جای خالی میشه distracting. distract یعنی یه چیزی که باعث اختلال در کار میشه. distracting so I tend to listen with headphones on. من برای من با هدفونم گوش میکنم.
In that way, I can escape into my own little world. Escape میشه توی جای خالی میشه escape. When I was younger, I would definitely have said that I preferred live music. میگه که وقتی من یکم بچه تر بودم، من موزیک لایو رو ترجیح میدادم. The atmosphere، پس جای خالی میشه atmosphere. In a live concert، جای خالی 16 میشه concert، can be electric. جای خالی بعدی 17 میشه electric. Nowadays, though, a lot of popular groups only perform at very large venues. Venues میشه اون مکانهای برگزاری رو میگن venues. جای خالی میشه venues. In front of audiences. جای خالی 19 میشه audiences یعنی در حضور مخاطبان. Of 20,000 or more. 20,000 or more. And I don't really like that. I prefer the intimacy. Intimacy یعنی اون صمیمیت. جای خالی میشه intimacy. میگه که من ترجیح میدم اون صمیمیت of listening to recorded music. اون موزیک، گوش دادن به اون موزیک های از قبل ضبط شده. And the sound quality و کیفیت صدا is better as well. خیلی بهتره کیفیت صدا. Music really enriches. Enriches جای خالی 21 میشه enriches یعنی غنی سازی میکنه. Our lives زندگیمون رو غنی سازی میکنه. It can turn a boring monotonous period of time. Boring و monotonous میگه اون قسمتی اون پارتایی از زندگی که یک نواخته boring کلافه کننده است و تغییر میده به چی؟ Into a magical experience. جای خالی میشه magical experience. So I think it's essential to have music and in fact all of the arts in your life. جای خالی آخری میشه the arts. خب تمرین بعدی پرونانسیشن که باید لیسنینگ گوش کنیم. بعدیش یه اکادمیک ریدینگ که اینجا چون خیلی طولانیه ما بعدن وقتی که ترفندهای ریدینگ رو بهتون گفتم اونجا با هم دیگه این ریدینگ ها رو کار میکنیم. بچه های یونیت 20 یونیت 20 کتاب Vocabulary for IELTS هم تموم شد. چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، سوالی دارید توی کامنت ها ازم بپرسید. بچه ها حتما این کتاب Vocabulary for IELTS رو تهیه بکنید، به شدت بهتون توصیه میکنم. برای هر چهار تا مهارت لیسنینگ IELTS، رایتینگ IELTS، ریدینگ IELTS و اسپیکینگ IELTS خیلی بهتون کمک میکنه. حتی کسانی که دارین IELTS رو از 0 تا 100 میخونید، کسانی که دارین از پایه تا پیشرفت IELTS رو میخونید، میخواین آزمون IELTS آکادمیک شرکت کنید، میخواین آزمون IELTS جنرال شرکت کنید، این کتاب بی نهایت به دردتون میخوره. هم آموزش گرامر آیلتس رو داره، هم آموزش لغات آیلتس رو داره، هم بهتون سینونیم یاد میده، اپوزیت یاد میده، فریز یاد میده، ایدیم بهتون یاد میده، خیلی چیزا رو بهتون یاد میده. یعنی کسانی که دارین سلف استادی میکنین آیلتس رو، به صورت خودخوان دارین آیلتس رو میخونین، بدون کلاس و بدون معلم میخواین آیلتس رو بخونین، این کتاب برای شما هم طراحی شده، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. توی کامنت ها با من در ارتباط باشین، اگر سوالی دارین توی کامنت ها برام بنویسین.